بینندگان عزیز رسانی دی افغان سلام علیکم امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و و سرحال باشین با گزارش امروزی ما خوش آمدین من مسئولا نورزاد هستم و امروز ما در قسمت شهر نو کابل قرار داریم و قرار است که با دکان های انتیک فروشی صحبت بکنیم با اونا که کاربارشان چیگونه است و کدام چیزها است و بازار و کاربارشان چیگونه پیش میره پس از شما بینندگان عزیز خواهش میکنم تا آخرین دقایق گزارش با ما همراه باشین لینده های عزیز قسمی که پیشتر هم گفتم ما در کنار یکی از آجی ها قرار داریم که در شهر نو کابل مصروف فروش چیزهای انتیک هستند با اینا صحبت های می داشته باشیم ببینیم که چی گفتنی ها دارن آجی سایب میشه بر ما در اول خدا معرفی بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند متعال اسم ما یکی از دکاندارای البته صنای دستی افغانستان هستم فعالیت دارم در شهر نو کابل بسیار خوب آجی صاحب میشه بر ما بگین که چقدر وقت است شما در اینجا مصروف کار فروش چیزهای انتیک هستین البته خودم شخصا در حدود 20 سال میشه که مصروف همی بار صنایع دستی افغانستان هستم بسیار خوب پس خیلی از گذشته ها میشه خیلی وقت میشه درست است قربان شما خداوند شما را کم نمیکنه البته ولی 20 سال میگم هسته زیاد وقت میشه راستیم مصروف همی کاروبار هستم بسیار خوب بر ماجی صاحب بگوین که چطور از دی روزا فروش چیزهای انتیک انتیک فروشی بازارای کارتان چیگونه است؟ البته در افغانستان ما شما یک تحولات جزی آمده که واقعا شاید از این گپ شما هستیم که زرد کاروبار تغییرات آمده یک تحولات کمه یک که بالخصوص این کاروبار صنایع دستی افغانستان کمتون وقتی که اقتصاد مردم زرد ضعیف شود طبعا دیگه کاروبار رو قدر مردم شوقش نمی کنه. ارزش بسیار خوب حاجی صاحب قسمه که شما اشاره کردین تاولات اخیر و همچنان مشکلات اقتصادی را گفتین دامنگیر مردم ما دمی اواخر خصوصا بعد از یک سال یک و نیم سال شده شما برای ما از گفتین که تغییرات آمده میشه برای ما اشاره بکنین مثلا چقدر تغییرات آمده در فروش در میزان فروشات شما یعنی گذشته بیشتر کی ها می آمدن پیش ما و حال چطور است یعنی تفاوت خاصش مگه به حساب فیصدی بگوین البته سابق خود از بیرون هم از مملکت های خارج مردم ها در افغانستان بر دیدن افغانستان و سفارت خانه که در افغانستان فعالیت میکرد و هم می آمدن اگان چیز رو خوش میکردن و فعلا که هستد امی اولات از تغییر کرده سفارت خانه دل نمیکنه که بیاین و مردم از خارج نمیخواید قدر بیاین از اینجا دیدن کنه و اگان چیزی رو بگیرن و بر خانه خود تازین کنن فعلا نکم تو مال تاولات تا آمده خود خدا می که ان شاء الله ما هم دعا میکنیم تا این به خیر بهتر شه و اگر از لحاظ فیصدی بگوین چند درصد مثلا کاهش یا آمده در کار شما البته اگه از نگاه فیصدی که بگویم شاید در حدود یک هفتاد فیصد تغییرات آمده در کار بار ما مردم افغانستان دیگه انشاءالله خوب میشه خدا میره افغانستان استاد عزیز برای ما بگوین که در گذشته تا به امروز که بوده گفتین تغییرات آمده بیشتر مشتری ما شما باز از کدام طبقه بودن؟ از خارجی ها بودن یا ایست که نه از داخل کشور هم بودن؟ والا طبعا اگرچی خارجی ها هم شوق هنر افغانستان داره که باید از افغانستان یک هنر باشه و بالخصوص مردم افغانستان ما که از هدم تا قدیم مردمی بوده که واقعا بسیار هنر پرور بوده هنر خود دوست دارن و هنر خود میخوان رشد بدن در افغانستان و میخوان که از هنر خود برخانه خود به تزیین خانه خود استفاده کنند چرا که ای یک چیزی است واقعا هنر دست که یک چیزی است کی اینا فنا شدنی نیست تا دنیا هست هنر دست باقی ماندنی است و باقی میمونه ان شاء الله شما یاد کردن قبلا هانتیک انتیک چیزی رو ما بر برای انتیک چیزی رو میگیم که یعنی هنر شده باشه بالاش ولو که امروز جور شده باشه یا هزار سال پیشم جور شده باشه مون تو هنر انسانی بالاش شده باشه هنر دست شده باشه یا رسامی باشه یا نقاشی باشه و یا کندنکاری باشه هنر دست بالا شده باشه مهنت انسانی بسیار نالج زیاد شده باشه البته اونها رو در دنیا یعنی بسیار خاص باشه بسیاری وقتا ما شما یگان چیز یاد میکنیم که انتیک یعنی یگان چیزی را که میبینیم میگیم چک موتور انتیک است در حالت که موتور صحیح است موتور بسیار اوقدر پیشرفته تر شاید نخواد باشه خب من تو و کیفیت که جور شده بسیار با بخ... ظرافت خاص برای انتیک گفته میتونیم بله سلامت باش استاد جان از این سوال در شاد در ذهن خیل شما هم بوده باشه که یک تیداد کسان ما میگن که چیز انتیک میگن حالا یک سوال است که می میار اصلی بر انتیک مثلا آیا سال است که چقدر سال از یک چیز گذاشته و ایست که نه زرافت قسم که استاد اشاره کردن ده. پس زرافت دست و هنر دست است که ما تشخیص میگنیم که یک چیز خیلی انتیک است و ارزش خیلی بالا داره همه ترس استاد نه؟ بله بله. البته این که خودتون یاد کردین ذکر کردین میگه هنر دست یعنی بالاترین هنر است در کره زمین البته ای گفته میتونم این اداره کردم میتونیم که هنر دست بسیار یعنی بالاست بله بسیار تشکر استاد عزیز خب استاد عزیز میشه بر ما در مورد چیزهایی که انتیک شما در, اینجا در دوکانتان این در دکانتان دارین بیشتر چیزها هستن و شامل کدام چیزها میشن البته قبل یاد کردم این چیزایی که ما در دکان فعلا داریم امی چیزای میسی است که امروز ما شما در خانه خود استفاده میکنیم و مثل کیفیت خاصی داره که برای صحت انسان فایده مند است البته ضرر نداره و برنج هم چنان چیزایی که برنجی است از برنج ساخته شده چیزهایی که از مس ساخته شده البته و چیزایی که از چوب ساخته شده البته ما میتونیم که استفاده کنیم کاسه چوبی داریم ما میجات استفاده میکنیم مردم استفاده میکنند. می فعلا هم در ولایت افغانستان از این چیزا استفاده میکنن مردم افغانستان مال. امی میسی و برنجی و چوبی امروز مردم استفاده میکنه قابل استفاده مال. است و قسمی که شما استاد گفتین پس در دکانتون ما بعض وسایل جنگی را مثل شمشیر و چاقی اینا را هم دیدیم دیگه چیزار بیشتر چیزای جنگی یا وسایل جنگی در دکان شما بیشتر از چیزای فرهنگی و معمولا اینا از کجا هستن اکثرش از خود افغانستان است و که نی از دیگه کشورها هم شما وارد میکنین والا چیزایی که ما فعلا در دکان خودم دارم البته یک 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 از افغانستان است و یک تعداد از روسیه و است و همی چیزی که شما کردین وسایل جنگی البته افغانستان مملکتی بوده که از آدم تا قدیم مملکتی بوده که خودش میخواسته که مثلا یک وسایل از خود داشته باشه یک شمشیر یا یک وسیله داشته باشه برای تبع نظام داشته باشه و افغانستان امروزی افغانستان نظام همی شمشیر و کارد گپا در نظام استفاده میشه برای تشریفات یک مملکت ضرورت است امی چیزایی است که بر تشریفات مملکت استفاده شده این دکان مو می پیدا میشه باز چیزایی که از افغانستان است باز چیزایی که از زن هم چیزا رو دارین دیگه درست پیشتر از چیزای جنگی گفتین حالا ما دکان تان یک چیزی که خیر توجه مرا جلب کرد اینجا یک شمشیر است که بسیار هم قدیمی مال میشه بین عزیز. می که یک چند لحظه در مورد از او صحبت بکنید استاد معلومات بدن که از چه زمان است همین شمشیر که شما یاد کردین باش که تیاد کنم استاد کاله شمشیر شمشیر انگلیسی است البته بسیار خوب شاید دوره شما از این دوره 19 یا 19 15 باشه در چند سال میشه دیگه کونه قدامت داره شمشیر مهم. خوب ثابت است خوب. اینا اصلا از کمپنی انگلیس هست از کمپنی شاید اول کنسان باشه اگه اشتباه نکرده باشم خدا کنه که بعض دوست ها بازیاد نکنه که اشتباه گفته بودی دیگه خوب شمشیر ثابت است و از دوره انگلیس هم یک مانده امروز درست یک از پوش بکشین استاد که ما بینید چهره چون و چقدر سال از این اقدامت داشته باشند؟ در حدود 115 سال, بی سال شب شب. 120 بی سال, سال شاید قدامت داشته باشه 120 سال ها 120 سال 115 سال شاید باشه و معلومات دارین که مربوط به کدام دوره و کدام زمان بوده گفتم از کمپانی البته ویلکنسن است مه. لندن نمی جنم کرده ما قدرت کار البته نه از های خان خب باز مورد قیمتش بگین که مثلا کسی بخواد مختلف است البته یک چیزی است که واقعاً چیز جالب است البته با پیش خودم شخصا امه. دیگه آدم گفته نمیتونه قیمت های دیگه هم میوریش به حساب از 400 دلار شروع است تا هزارها دلار هم شاید از یک شمشی هم شمشیران باشه بله است و در روز شاید 400 دلار رو, دا رو دا قیمتش دیگه باشه درست از این کرده هم کدام وسیله یا چیزی است که در دکان تان خیلی قیمتش بالاتر باشه یا همین بلندترین قیمت باشه ولی چیزی که شما میبینید پیرامون شاهد می‌کنین همین قیمت‌ترین شمشیر دوکان ماست که ما برش ما یاد کردم خب استاد در مقب ما خودت هم یگان وسایل هسته میشه مورد از اینا معلومات بودی که مربوط به کدام دوره است از چی ساخته شدن والا اینا خو قبلا هم یاد کردم بر شما چاینکای مسی است که بر چای استفاده میشد البته بله در حدود شاید دروغو نشون 120 سال قدامت داشته باشه تا 100 سال و امی چاینکی که در اسم ما شما میبینین ای از هنرهای قندهار ما شما است کندهار در کندهار کار شده اینو <applause> خیلی هم با ظرافت مال میشه کار شده به هنر بالا بسیار به استاد بالا با کار شده البته استادای که سابق کار میکردن واقعا هم هنر مد نظر گرفته میشد دیگه امروز دیگه موش موک میبینیم نام خدا شو بسیار چیزا که نو ظریف بسیار زیبا و مقبول و با ظرافت ساخته شده و در مورد قیمت از یام اگه اشاره استاد عزیز بولا. که چند است قیمت های اینا دیگه از 3000 افغانی شروع تا به 7000 و 8000 افغانی قیمت های اینا هست البته مو کسایی که اونر شده بالاش گندن کاری شده مالی. و این سالاش که از قیمت نداره و قدر در حدود 15 تا تا 2000 بونی قیمت های از اینو است وقتی که بازارایتون قبلا خوب بود مشتریاتون زیاد زیاد از خارج بود یا که از داخل و بیشتر طبقه اونا زیاد ضرورت داشتن یا خوش داشتن که میامدن از شما میگرفتن یا از مردم عادی ولی خب خود البته سابقه کردم که کسایی که از این استفاده میکرد میگرفتن میخریدن البته یک تعداد کمش از عربانستان بوده باشه مردم دیگه زیادترش از از مملکت های اروپایی و البته از کشورهای خارجی از خارجی بوده باشه البته آه. آه. اونو استفاده اونا استفاده میکردن و میگرفتن اونا عربانستان هم میبردن که اینی از افغانستان آوردیم ما یک اونرش هسته آه. در خانه خود جو میکردن برای تازین خانه البته یک سوال به عنوان پرسش آخر قبل از یک پیام توان داشته باشیم استاد عزیز ما تا که پرسان کردیم گفتن که در بازار فعلا همین وسایل تا می که ساخته شده اینا هم بعضیشان تقلبی امکان داره باشه یعنی اصل اصلش مشکل است که تشخیص بدین شما به عنوان کسی که 20 سال دایی بخش تجربه دارین یعنی معیار اصلی چی است مثلا ما کسی که به عنوان یک بیننده ما میبینن برنامه را میخواین یک چیز انتیک را بخرن بیشتر ویژگی خاص چی کمکشان بکنه تا بفهمن که مال را خریدن اصلی است و به اصطلاح تقلبی نیست یک چیزی را پیشتر یاد کردم البته یعنی چیزی که در افغانستان ما امروز هنر میکنیم بالایش <applause> مهم نیست که اینا کنه است یا نو است <applause> یا قدیم است یا فیلی کار شده اصلا هنر از ما ما نظر میگیریم یعنی بالای یک چیزی که مهنت شده باشه من لحظه یک چیز را برای شما بسیار عادی برای شما بگویم بله. یک برادر است همیشه کار میکنه اینا یک تبره بله. است که در دوان صفوی ها این کار میکردن البته مردم صفوی که البته امیل ازا نامش فراموش ما شد خب صفایو بگیم بهترین گپ امروز یک بچه ای است که تقریبا در حدود 25 سال سن داره و اینا کار میکنه با قلم و, و چکش امی فعلا امی فعلا و یک چیز بسیار خاص به نظر ما گل و بوته و همه چیزش که کار شده بسیار منظم و بسیار و هم تو جنبندی کرده که ببینین با مو ظرافت کار کرده که 400 سال پیش فکر نکنم که اونها مثلا کار کرده میتونستان خب کار میکردن خط نسق کار میکردن مون تو خطی که نستقیل نستلیقی نستقی که امروز اینو آدم کار میکنه با این مشق کرده ده گاهن شاید ما فکر نکنم که یک نفر با پنسل هم بتونه کاغذ روی کاغذ هم تو یک رسم هم تو یک خطاطی و همون تو یک گل بر کار کنه دقیق است استاد جان قسمی که شما گفتین پس هنر خطاطی را خیلی بسار با ظرافت بسیار با با کار کرده نا. البته ما که آهن که واقعا تبر تبر یک چیز یک فولاد می باشه که سخت تر می باشه به با نظر به دیگه چیزا امروز مردم کار میکنه مردم افغانستان ما زحمت کش است هنر خود هیچ وقت از دست نمیده همیشه وقت هنر خود زنده نگاه میکنه و این امی لحظه که ما نگاه میکنم امروز ما صحبت میکنه میگه که واقعا با زحمت بسیار خوری و زیاد یساله مشکلات مرا کار کرده <تصفح> آسان نیست برای آهن کار کردن بله دقیق است خیلی سپاس استاد عزیز با ایران متن شما در جاش بانین حالا ما پیش ازیک تا رو بگیرم پس ایران در پوش بزنین تا جاش بانو خب استاد عزیز خیلی خوش شدم ازیک که با شما هم کلام شدم صحبت های خیلی خوبه داشتین بمینده های عزیز ما هم خیلی گپای خوب را گفتین پس پیامتون هم بشنین چی پیام دارین برای مردم افغانستان برای یک دولت چقدر از شما چیکارایی را برای شما بکنن تا بازار و رونق این هنر افغانستان زندان نگه داشته شود بتوانن بازار مشتری یا بیشتر شه چی پیام داریم والا از شما هم تشکر میکنم که واقعا در این شما زحمت میکشین که تا بالاخره بتونیم همین هنر افغانستان خود رشد بدیم و جوانایی که افغانستان جوانایی که در افغانستان امروز فعالیت میکنن واقعا صاحب کسب و هستند واقعا زحمت میکشن تا از دل زحمت میکشن تا بالاخره بتونن که همین هنر افغانستان در یک مرحله برسونن که یعنی نتونه دیگه مملکت امروش بله رقابت بکنه رقابت بکن تشکر جان سپاس بکنه خیر ممنون از شما استاد عزیز دعا میکنیم که ان شاء الله خداوند در کاروبار شما هم برکت برد و روز به روز بهتر شیم سپاس تشکر از شما هم قربان شما خدا شما رو کم نکنه سباز. بخیر باشین سلامت بینندگان عزیز رسانه افغان ای بود گزارش امروزی ما که تقدیم شما کردیم تا گزارش های بعدی که با اتفاق همکارم هم در خدمت شما ایزان قرار میگیرم همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. شما هم می باقی بقیه برنامه های ما را از طریق شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک اینستاگرام تویتر و یوتیوب دنبال بکنین تا گزارش بعدی که با اتفاق همکارم هم در خدمت شما ایزان قرار می گیرم. خداوند یار و نگهدارتان